شورای علمای تاجیکستان جشنگیری سال نو را اجازت داد. سال 2016 در تاجیکستان 20 امام خطیبان مساجد محکوم شدند. کدام عامل‌ها رحمان را با یادآوری جنگ شهروندی را به مردم خود برانگیخته می‌کند؟ شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان فتوا عاید جشنگیری سال نو را نشر کرد. در سامانه اینترنتی شورای علما نفری از مهمانان سوال عاید تحفه‌کنی سال نوی به فرزندان خردسال کرده است. آیا این عملی من به شریعت اسلام زید می باشد؟ شورای علما به سوال چنین پاسخ داده است. تحفه‌کنی سال نوی به خردسالان در نزد اسلام ممنوع نیست. قید نمودنی سال نو این یک عرف و عادت است، نه اینکه عبادت. به فکر مفتیات تاجیکستان چنین می باشد که گویا جشنگیری سال نو به شریعت اسلام زید نیست. متخصصان فقه اسلامی قید کرده می گویند که علماهای دینی تاجیکستان مدتی طولانی در زیر فشار رژیم می باشند. از این رو هر وقت فتواهای غیر اسلامی برآورده به خواهش رحمان نگاه می کنند. در حقیقت بین علماهای اسلام و مذهبها عایدی ممنوع بودن جشنگیری عیدهای غیر اسلامی خصوصا عید سال نو اختلافی نیست. یعنی مسلمانان با جشنکنی دو عید محدود می گردند، عید فطر و عید قربان. علماهای مستقل اسلامی مسلمانان تاجیکستان را به خودداری نمودن از جشنگیری عیدهای بیگانه، یعنی به دین اسلام زید بوده، دعوت نموده. اشخاصی را که از همدیارانمان در کشور روسیه قرار دارند الهیده قید میکنند. حکومت تاجیکستان سال 2016 در سراسر کشور 20 امام خطیبان مساجد را به جوابگری جنایتی کشید. چی طوری که حکومت داران خبر میدهند، اکثریت محکوم شدگان به عزاگی در حرکت اسلامی برادران مسلمان عیبدار دانسته میشوند. یادرس کردن لازم است که در اول سال جاری یک قطار امام خطیبان حکومتی به حبس گرفته شدند. تفتیشات و مرافعه سودی از رفتی کار پشتی دری پوشیده برگزار گردید و معلومات ایلاوگی آیدی فعالیت امام خطیبان خبر داده نشده است. ادوکات ها و حمایتگران حقوق خبر دادند که نه در تفتیشات پیشکی و نه در مرافعه سودی عبدالکنی امام خطیبان در ایوازکنی ساخت کنستیتوسیونی اثبات خود را نیافته است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه خود به پارلمان ساکنان کشور را باز به شکرگزاری دعوت نمود. این چنین او قید نمود که مردم باید شکرگزار باشند که صاحب وطن گلگل شکوفان و مستقل هستند. رحمان قید نمود که حالا نیز بعضی کمبودی ها هستند و این کمبودی ها حل خود را خواهند یافت. با سعی و کوشش های یک جای همه معماهایمان در آینده نزدیک حل خود را خواهند یافت و تاجیکستان به یک کشور پیشرفته و رشد تبدیل می‌یابد. این چنین او یادرس کرده گفت که جنگ شهروندی سالهای 90 با سبب داخل شدن دولت‌های ابرقدرت از بیرون به وقوع پیوست. بعضی دولت‌ها کشورمان را به بی‌ثباتی گرفتار کردند و این باعث برادرکشی هزاران اشخاص گردید. بنام قانون مونده است در روی بنامی کاغذ دفتر. یادرس کردن ضرور است هر وقتی که رژیم ظالم شدتناکی وضع را حس می‌کند، در حال به یادآوری فاجعه های سالهای 90 می دراید. با این ناراضیگی مردم را تسلی می دهد. محض با سبب جنگ شهروندی با دستگیری یکی از این کشورها در عین مورد این روسیه می باشد که رحمان را به سر قدرت آورد و تا به امروز حکمرانی او را نگاه داشته استاده است. به فکر متخصصان سختر نمودنی تعقیب دیگر اندیشی و تنگ شدنی وضع اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی می تواند به نارامی های عمومی مردم تبدیل یابد و افزایش احساسات اسلامی در منطقه خصوصا در تاجیکستان می تواند نقش اساسی را در رویش این نارامی ها ببازد. طبیعی است که چنین رنگ گرفتنی وضعیت در منطقه رژیم های مستبد را و خواجه هایشان را نارام می سازد.